بود بر دوستان عزیز، پنجشنبه دیگه رسید. چقدر زود روزا میگذره، روزا و هفته. جالبه، پنجشنبه دیگه اومد و من خدمتون هستم با یک برنامه دیگه از وقایع علمی و تاریخی هفته. و این جلسه مسی جانم احتمالا ملحق بشه به ما و بتونیم یه بحثی رو با مسی در مورد وقایع علمی داشته باشیم. من خیلی سریع بنابراین موارد عنوان میکنم که وقت بمونه برای اینکه بحث داشته باشیم با مسی جان. سوال کرده بودیم که پاسخ غلط رو پیدا کنیم. اولین کلیه مصنوعی و رهایی از دیالیز Artificial Kidney که درسته همچه کلیه تهیه شده. حالا یه کلیه دیگه هم هست که تو این برنامه علمی امروز خدمتون عرض میکنم که اونم باز اولین هست. پله گفته که موفقیت شانسی و تصادفی نیست. Success isn't accident، که اینم درسته. ادیسون گفته هیچ جایگزینی برای سخت کوشی نیست، Hard working. و آلفا فولد دستاورد مهم هوش مصنوعی بیولوژی رو تغییر نخواهد داد، که پاسخ اشتباه همین است. آلفا فولد که یه برنامه خیلی جدیدی هست، برنامه AI هوش مصنوعی خیلی جدیدی هست، اومده و وارد ساختار DNA شده و کار خیلی عجیب غریبی رو انجام داده که در تاریخ علم بیمانند بوده. به کمک AI و هوش مصنوعی و ماشین ما میتونیم به چیزهایی دست پیدا کنیم و سوالاتی رو پاسخشو بگیریم که تا حالا به هیچ وجه ما تو فکرش نبودیم و نمیتونستیم، چون به هر حال امکان گرفتن همه داده ها دیتاها از موارد مختلف و از جای مختلف و وجود داره برای AI و میتونه تحلیلی رو انجام بده که شاید ما با مغزمون نتونیم و توانایی اون کار نداشته باشیم، حتی اون تیزوشا و نوابق جامعه بشری. AI داره اون کار انجام میده و یکی از کارهای جدید خدمت عرض کردم همین آلفافولد بود. پس آخرین گزینه گزینه هست که درست نبود. و دوستان عزیز که جوابو داده بودن، یه سوال دیگه پرسیده بودیم تو پیج که گفتیم شما دوست دارین تو مریخ زندگی کنید و مسافرت کنید به مریخ با همه سختی ها و مشکلاتش یا نه، که جالبه خیلی ها جواب داده بودن که آره و رأی مثبت داده بودن که بتونن برن و تو کره مریخ زندگی کنن، که حالا ممکنه یکی از بحثایی که با مسی جان خواهیم داشت همین هست که کره مریخ و زندگی در اون به این سادگی که فکر می‌کنیم نیست واقعا و خیلی پیچیده و سخته. دوستان عزیزی که جواب درست داده بودن، مزن جان، سارا جان، خانم مهدوی عزیز، خانم مهاجری عزیز، میروان بانو، آقای علیرضا جان و علوی خانم گرامی از جمله کسایی بودن که پاسخ صحیح رو دادن به ما و دستشون هم درد نکنه. من با عزتون سریع وقایع تاریخی هفته رو خدمتون عرض کنم و بعد بریم سراغ وقایع علمی با مسی اگه باشه، که الان میبینم که هستن، احتمالاً ما رو دنبال خواهند کرد. یکی از وقایع تاریخی هفته این بود که سازمان ملل متحد رأی داد سال 1971 رأی داد که تایوان تشکیل بشه و کشور تایوان رو به رسمیت شناخت. و حالا تایوان و چین بحثای خیلی شدید، نمیدونم شما در جریان اخبار هستی یا نه، ولی به هر حال تایوان کشور مستقلی هست، کشورهای غربی و اروپایی مخصوصا این استقلال رو بهش اهمیت میدن، ولی چین گفته که قسمتی از خاک من هست و باید به من ملحق بشه، که حالا ناوگان دریایی آمریکا، انگلیس وارد اون قسمت دریایی جنوبی چین شدن و مانورایی رو دارن انجام میدن که به هر حال اون قسمت خیلی داره حساس میشه برای این قضیه. 1982 چین اعلام کرد که 1982 چین اعلام کرد که جمعیتش به 1 میلیارد و 1 نفر رسیده. خب
خب جز پر جمعیت ترین کشورهای جهان هست. میدونین آقای روزولت رئیس جمهور آمریکا، 26مین رئیس جمهور آمریکا هم در هفته‌ای که گذشت ما داشتیم که ایشون خب خیلی مهم بودن. آقای روزولت برای جنگ جهانی دوم، میدونی که یک کنفرانس تهرانی هم بود، آقای روزولت و چرچیل و استالین تصمیم خیلی مهمی رو گرفتن برای چگونگی مقابله با آلمان نازی آن زمان. کنفرانس تهران معروف بود. آقای روزولت جز رئیس جمهورهای خیلی معروف و نامدار آمریکا هست و نام ایشون در کنار مثلا توماس جفرسون و آقای آبراهام لینکلن قرار میگیره و خیلی براش اهمیت بالایی قائل هستن. جالبه که جایزه صلح نوبل هم آقای روزولت برده به خاطر جلوگیری از جنگ بین ژاپن و روسیه در زمان 1945-44 اون موقع. و آره گفتم ایشون 27 اکتبر 1858 متولد شد در نیویورک آمریکا و 6 ژانویه 1919 در سن 60 سالگی هم از بین رفتن به خاطر مشکل قلبی. دیگه خدمتتون عرض کنم که آقای روزولت، خب نکات رو تقریبا نکات مهم رو خدمتتون عرض کردم. میریم سراغ واقعه بعدی. یه کوه خیلی معروفی هست تو آمریکا که از جمله 3-4 نفر بیشتر نیستن رو اون کوه. حالا من دارم نگاه میکنم ببینم کدوم کوه بود. مونت راشمور، کوه راشمور آمریکا. این آقای روزولت، آقای جورج واشنگتن، توماس جفرسون و آبراهام لینکلن، ایشون هم جز کسایی هست که تو کوه حکاکی شده چهره و تصویرش. اینم نکته جالبی. آقای بیل گیتس معروف، بنیانگذار مایکروسافت، ایشون باز هفته گذشته داشتیم ایشون. آقای بیل گیتس از اون کسایی هست که خیلی چی میگن دشمن و دوست زیاد داره و مایکروسافت رو کلن ریاستش رو کنار گذاشته و رسیده به یه بنیاد خیرخواهی خیر که خودش و خانم قبلیش اونو تأسیس کردن و اداره کردن و بیشتر تمرکز میکنه رو آفریقا، کشوری آفریقایی و اینکه مثلا آب شربشون برسونه و کمکهایی به اون صورت رو انجام بده. آقای بیل گیتس کسی بود که اولین برنامه‌های کامپیوتر رو، جالبه MS-DOS رو نمیدونم قدیمی ها ممکنه یادشون باشه، MS-DOS برنامه خیلی ساده کامپیوتری بود که ماها اولین برنامه کامپیوتری رو با MS-DOS یاد گرفتیم. جالبه MS-DOS که برای IBM و بیسیک برنامه پروگرام، بیسیک پروگرام، بیسیک و MS-DOS جز اولین برنامه هایی بود که به اصطلاح مایکروسافت و کامپیوتر داشتن و قدیمی ها یادشونه، کسایی که دستی در علم و نمیدونم کامپیوتر اینو داشتن یه مصیبتی بود خلاصه تو MS-DOS کار کردن، یه داستانی داشت، یه پروژه‌ای داشت برای خودش. ولی خب جالب بود دیگه برای ماهایی که تازه شروع کرده بودیم کامپیوتر میدیم، خیلی جالب بود برام. MS-DOS، بیسیک و فاکس پرو. فاکس پرو هم بود، البته فاکس پرو برنامه قوی تر بود، اکسل هم از همه اول بود، خب جز مایکروسافت فامیلی بود، ولی به صورت خیلی تقریبا حرفه‌ای فاکس پرو مثلا بود که کار میکردیم باش، بیسیک و MS-DOS. اینم جالب، حالا اینا آدم یاد گذشته میکنه. 1995 این چیزا بودن. آقای گیتس هم خدمت رو عرض کنم که سیاتل واشنگتن متولد شد 28 اکتبر 1955 و الان هم 65 سالش هست آقای بیل گیتس. آقای پیکاسو، پیکاسو نقاش و هنرمند معروف اسپانیایی هم که خیلی معروف است مخصوصا برای اهل هنر، خب میشناسن آثار پیکاسو رو و یک تحول و انقلابی ایجاد کرد در صنعت هنر و نقاشی و سرامیک و چه میدونم پرینت و چیزایی به این صورت. و ایشون 25 اکتبر 1881
در اسپانیا به دنیا اومد. البته بیشتر طول عمرش و زندگیش تو فرانسه ایشون بود، ولی خب به هر حال متولد اسپانیا هست آقای پابلو پیکاسو. و چند تا کوت هم از آقای پیکاسو براتون آوردم که اونم به نظرم جالب باشه. Everything you can imagine is real. این خیلی جالبه، میگه هر چیزی که شما میتونید تصور کنی واقعیه، یه زمانی واقعیت خواهد شد. بنابراین imagination، تصور خیلی مهمه، باید تصور کنین و به اصطلاح خیالتون رو پرواز بدین که بتونین چیزای جدید یاد بگیرین و به جایی برسین. Every child is an artist. میگه هر بچه یک هنرمنده. Art is the light that enables us to realize the truth. میگه هنر دروغیه که ما رو قادر میسازه که بتونیم واقعیات رو تشخیص بدیم، شناسایی کنیم. میگه learn the rules like a pro. میگه قواعد و قوانین رو مثل یه حرفه‌ای یاد بگیر. تو هر رشته‌ای که میخوای بری باید اون basic principles رو یاد بگیری، قواعد رو یاد بگیری. So you can break them like an artist. اگه قواعد رو همه یاد گرفتی، اون موقع است که مثل یه هنرمند میتونی اون قوانین رو چیکار کنی، بشکنی و زیر پا بذاری. این نقل قولهایی بود که از آقای پیکاسو خدمت رو عرض کردم. حالا که به نقل قول رسید، اجازه بدین چند تا نقل قول از آقای بیل گیتس هم خدمتون عرض کنم که ببندیم اینو. Don't compare yourself with anyone in this world. If you do so, you are insulting yourself. میگه خودتو با هیچ کس دیگه تو این دنیا مقایسه نکن. اگه مقایسه کنی به خودت توهین کردی. حرف درستیه، یادتون باشه شما یونیک هستین، منحصر به فرد، و هر کاری که میتونی کنی و هر به اصطلاح تواناییتون با بقیه متفاوته. اصلا سراغ بقیه که چقدر میتونن کار کنن و چقدر شما بالاترن، چقدر زیباترن یا چقدر اسمارترن، باوشترن، اصلا سراغ این چیزا نریم. خودتون رو در نظر بگیریم و اونطوری که میتونین خودتون رو بالا بیاریم. اینم جالبه، میگه I choose a lazy person to do a hard job. میگه من آدمای تنبل رو برای کارهای سخت استخدام میکنم و انتخاب میکنم. چرا؟ چون آدمای تنبل همیشه پیدا میکنن یه راههای خیلی میانبر و ساده رو پیدا میکنن برای کارهای سخت و مشکل. اینم جالبه، اینم صحبت آقای بیل گیتسه. Because a lazy person will find an easy way to do it. یه راه ساده رو پیدا میکنن برای کار کردن. میگه اگه شما فقیر به دنیا بیای، ندار به دنیا بیاین، خب اشتباه شما نیست. اما اگه ندار بمونیم و بمیریم، این اشتباه شماست و مرتکب اشتباه شدیم. Like my friend I feel like میگه مثل دوست من وارن بافت هم یکی از سرمایه‌دارای خیلی معروفه و تو دنیا شناخته شده است. ایشون دوست صمیمی آقای بیل گیتسه. میگه مثل وارن بافت دوست صمیمی، منم فکر میکنم که خوشبختی رو هر روز میشه در اون چیزایی که داری انجام میدی و عشق با عشق انجام میدی پیدا کنی. اونم اسمشو میذارن که یک قطعه رقص، یک به اصطلاح رقصیدن برای ورک، برای کار، رقصیدن برای کار، کاری که بیسش و اساسش رقصیدنه. میگه که پول برای من فقط تا یه حدی ارزش داره، بیشتر از اون حد هیچ معنایی برای من نداره. اینم از جملاتی بود که از آقای بیل گیتس خدمتون عرض کردم. منتظریم ببینیم مسیجان اگه اومد ما دنباله برنامه رو با مسیجان داشته باشیم. خب اما در مورد وقایع و اتفاقات علمی هفته چند مورد خدمت رو عرض کنم. یه موردش اینه. مسی جان سلام و درود. سلام درود به شما. خسته نباشید. مسی جان من تونتون اخبار رو گفتم که خلاصه برسید به بحث با شما و بتونید سریع بود. دارم دنبال میکنم، بفرمایید. خواهش میکنم. مسی جان من اخبار چیز تاریخی رو گفتم و رسیدیم به اخبار علمی هفته. چند تا کوت هم از آقای بیل گیتس رو
پیکاسو گفتم. و در مورد اتفاقات علمی، یک اولیش میخوام خدمت عرض کنم که دانشمندای آیتی داشتن روی این حس بویایی شامه به قول معروف کار میکردن که این حس شامه چطوریه و از لحاظ آیتی یه هوش مصنوعی خاص رو آموزش دادن که بیا پیدا کنه که این حس بویایی چطوری کار میکنه، اندام هایی که متصلن به این حس بویایی چطوری یعنی چه کار میکنن، و داشتن اینو به این آموزش میدادن به این AI، به این هوش مصنوعی، به این ماشین. یه دفعه در کمال تعجب دیدن که این هوش مصنوعی میتونه بوها رو شناسایی کنه. برایشون خیلی عجیب و جالب، یعنی تصادفی اتفاق افتاد در عالم علم. الان شما مواجه با AI و هوش مصنوعی هستید مثل جان، علاوه بر این که میتونه ببینه، چون در حال تالا همش میدید دیگه، هوش مصنوعی میدید، پیش بینی میکرد و کار رو انجام میدید بر اساس مثلا ماشینایی که اتوپایلوت هستن، اینا بر اساس دیدن هوش مصنوعی بود. الان هوش مصنوعی میتونه بو کنه مثل شما، میتونه بوهای مختلف رو چیکار کنه، متوجه بشه، احساس کنه، که میتونه خیلی چیز عجیب غریبی باشه. میتونه صنعت مثلا گیمینگ رو عوض کنه مثل جان، میتونه خیلی تبعات و آثاری داشته باشه که اصلا قابل پیش بینی نیستش. گفتم شما یه نظر خودتو بده ببینیم چیه، چی فکر میکنید در مورد این قضیه که ماشین بتونه بکنه. راجع به اینم یه صحبتی کردیم که داره سنسای ما، یعنی هوش مصنوعی، به هر حال میدونیم این سنسایی که ما داریم، حالا 5 تا 6 تا که حالا دارن میگن، اینا رو خود داره انجام میده، میشنوه، میبینه و حالا بو کردن، حس لامسه، و مرتب داره بیشتر میشه و بعد بقول شما پشت دیوار رو میبینه واسه ما، اون مثل مار قومش رو شناسایی بکنه. خب همه اینا رو به هر حال اون خواهد داشت و زمانی که حالا ما هم میخوایم ازش استفاده بکنیم قطعا ما هم استفاده خواهیم کرد. مثل جان همه چی رو متحول میکنه. به حساب کنیم مثلا تو صنایع غذایی، ببینیم مثلا اگه شما تو یخچالتون یه چیز داره خراب میشه، تو خونتون یه چیز داره خراب میشه، شما ممکنه حس بویاییتون کار نکنه، اون AI حس بویاییش کار میکنه و آلارم به شما میده که حواستون باشه، چه میدونم پیاز داره خراب میشه، اون گوشتون داره فاسد میشه، چه میدونم اون خونه حتی داره آتیش میگیره، مراقب باشید. ببین خیلی میتونه عوض کنه، به قول شما سنسای دیگه ای رو میتونه به شما اضافه کنه. اگه شما تاچ هم بیارین، اون لمس کردن هم به AI اضافه کنید که میشه، وقتی که بویایی رو تونسته متوجه بشه، به قول شما حواس دیگه هم هست که قبلا در مورد این صحبت کردیم. ولی خب همه اینا مثل جان صحبت مثلا 10 سال بود، 5 سال بود، 6 سال بود. ببین چقدر سریع اتفاق داره میفته، ببین فقط سریع داریم به یه جاهایی میرسیم که ما مثلا پیشبینیمون برای 10 سال و برای همین صحبتی که با هم میکردیم همیشه میگفتیم که آینده، وقتی میگیم آینده دور نیست، آینده خیلی نزدیکه، خیلی سریع بهش میرسیم. خیلی جالبه برای بویایی به این صورت بتونه تو خیلی میتونه. میگم حالا این یه صحبت ما کردیم، ولی از لحاظ سکیوریتی، امنیت مردم تو مثلا جاهای عمومی و خیلی چیزای دیگه میتونه واقعا مؤثر باشه این حس بویایی که AI الان بهش دسترسی پیدا کرده و جالب خودش هم یاد گرفته. دانشمندا یه چیز دیگه داشتن بهش میگفتن که مثلا بره و تحلیل کنه و کار کنه، این خودش حس بویایی رو به دست آورده که جالبه. مثلا یه خبر دیگه هم آرتفیشل فتوسنتز. ببین فتوسنتز چه کار میکنه؟ فتوسنتز تو گیاها، خب گیاها میگه درختان ریه‌های زمینن، شنیدیم اینو دیگه. یعنی چی؟ یعنی اینا CO2 میگیرن، گاز کربونیک و گازهای مضر رو از هوا میگیرن و اکسیژن پس میدن که ما نیاز داریم به اکسیژن برای نفس کشیدن. حالا ایکس پرایس قبلا هم من گفتم تو برنامه قبلی گفته بودم که ایکس پرایس یه شرکت خیلی بزرگیه، بانوی عزیز و مبتکر و معروف ایرانی، خانم انوشه انصاری هم مدیر عاملشه. جالبه خانم انوشه انصاری عزیز مدیر عامل این شرکت ایکس پرایز. ایکس پرایز یه جایزه خیلی بزرگی تعیین کرده برای کسایی که بتونن چیکار کنن، یه راه حل انقلابی پیدا کنن برای که بتونیم این CO2 رو و گازهای گلخانه‌ای و این موارد رو ما بتونیم جلوشو بگیریم و پیشرفت کنیم، بتونیم جلوی گرمایش زمین رو بگیریم.
حالا یکی اومده برنده این جایزه 100 میلیون دلاری شد، 100 میلیون دلار بود اگه اشتباه نکنم، اونم به این صورت که اومده گفته آقا ما میتونیم یه فتوسنتز مصنوعی درست کنیم و توضیح داده تو تحریک داده، گفته که گیاه برای که فتوسنتز درست کنه، اکسیژن درست کنه کار میکنه، نیاز داره به نور خورشید، نیاز داره به CO2 یا همون گاز مضر، گاز خطرناک، و همینطور آب و خاکی که داره استفاده میکنه. از طریق ریشه هاش آب میاره استفاده میکنه، از طریق برگاش نور خورشید رو میگیره و CO2 رو میگیره، گاز کربونیک رو میگیره، و بعد از طریق سلول هایی که داره که پروتوپلاسمه اگه شما نکنم، از طریق اون سلول هایی که داره چیکار میکنه، این CO2 رو، گاز کربونیک رو تبدیل میکنه به اکسیژنی که همه ما نیاز داریم. این کاری که پلنت انجام میده. حالا این دانشمند، این کسی که پروپوزال داده و برنده خوششانس این پرایز خانم انوشه انصاری عزیز شده، چون گفته که آقا من این راکتور درست کردم، هر میتونم کنم براتون که این راکتور همون به اصطلاح ساقه و برگ درخت میتونه داشته باشه، آبو میگیره، CO2 از به اصطلاح از محیط از هوا میگیره، با انرژی خورشید کار فتوسنتز گیاه رو به صورت آرتیفیشلی، به صورت مصنوعی انجام میده، و از طرفی حاصل شیمی که حاصلش خیلی جالبه، حاصلش رو مثلش هم میگه تولید اکسیژن و تبدیل اکسیژن به سوخت جت میکنه. ببین سوخت جت یه درصد زیادی از گرمایش و آلودگی زمین به خاطر سوخت هواپیما هاست و سوخت جت. میگه حالا اون کاری که داره انجام میده فتوسنتز، یعنی هم CO2 رو میگیره و هم سوخت جت درست میکنه با راکتور و دستگاهی رو که کامل توضیح داده، و این دانشمند این پروپوزال داده که پروپوزالش هم برنده شده، برنده اون جایزه آنچنانی شده، و خیلی جالبه. گفتم که اینم باز تو جز اخبار علمی که خدمت شما عرض کنم. جالبه که من داشتم اخبار میخوندم دکتر جان، و توی اخبارم نوشته شده بود، فکر کنم امروز دیدم من اینو، که بعضی از جنگل ها اینا دیگه به اصطلاح اون کاری که باید بکنن که تولید اکسیژن و جذب کربن رو انجام نمیدن و دارن برعکس این کار رو انجام میدن. یعنی این تغییرات اقلیمی خلاصه باعث شده که اونا هم خلاصه وظیفه‌شون رو درستی انجام ندن. حالا این نوید خوبیه که دیگه ما با این روند تخریبی که داریم تو جای مختلف تو جنگل ها دیگه حالا شاید یه مقدار از نگرانیمون کاسته بشه. روی خبر قبلتون که دکتر جان فرمودین این بوهای مختلف، جالبه که توی صنعت پزشکی هم خیلی عالی میشه روی این استفاده کرد، از این سیستم که حالا مسواک شما مثلا به اون AI متصل باشه و بتونه اون بوی دهان شما رو تشخیص بده و از کلی از بیماری ها جلوگیری بکنه. چون خیلی از چیزا، حالا من خودم چون تجربه شو داشتم، واسه این که شما بعد یه اندوسکوپی بکنی با روش های دیگه، با تشخیص بوی دهان و معده شما، اونا میتونن به هر حال اون عملیات پیچیده رو دیگه انجام ندن و اون وایرها رو نفرستن و فقط با یه تشخیص بو به شما بگن که حالا مشکل معده شما چی هستش، نیاز به جراحی هست یا نیست، و این چقدر جلو میندازه همه کارها رو. دقیقاً مسی جان، میگم تبعات و آثاری داره که ما واقعا الان نمیتونیم تشخیص بدیم که چقدر میتونه مهم باشه که AI و ماشین بتونه حس بویایی داشته باشه و به چقدر میتونه به کمک علم پزشکی، همونه که شما فهمیدی، به همه چیز صنایع دیگه بیاد. تولید بوهایی که ما اصلا تا حالا حتی بوشو نکردیم، باری کردیم، باری دکتر جان. من با عزت یه نکته رو میخواستم بگم، چون یه گلگی در واقع میخوام ازت بکنم، اونم اینه که وقایع تاریخی، حالا من ترسم خودم هم یادم بره بعد دیگه این گلگی بمونه، زودتر میخوام اینو بگم. تو وقایع تاریخی تو نمیدونم، حالا شاید میخواییم بعدن اعلام بکنید، ولی فردا روز کورش بزرگ هستش، بزرگ داشت روز کورش کبیر هست و شما اینو اعلام نکردید. من میخوام این گلگی رو بکنم از شما که چرا، حالا شاید میخواستید بعدن اینو بگید. من گیو اپ میکنم. آره اتفاقا یکی از مواردی بود که دوستشم با شما صحبت کنم که یادم رفت اشاره کنم که باید اشاره میکردم، بعد با هم
صحبت میکردیم، حتما این کاری میکنم. مثل جان اجازه بدید یه نکته علمی دیگر هم عرض کنم، بعد بریم سراغ گلگی شما که گلگی به حقی هم هست. مثل جان اولین کلیه پیوندی از غیر انسان و غیر مصنوعی انجام شد تو آمریکا و FDA آمریکا که سازمان بهداشت و داروی آمریکا هم هست برای تایید موارد به این صورت اونو پذیرفت و تایید کرد. اونم چیه؟ پیوند کلیه خوک هست به انسان. مثل جان خوکو اینطوری عنوان میکنن که میگن که بهترین جانور هست برای پیوند کلیهش. چرا؟ چون که خوک اون اندام داخلیش خیلی قابل مقایسه هست با انسان، خیلی نزدیک به انسان، هم از لحاظ گنجایش و حجمشون و هم از لحاظ فانکشن یا عملکردشون، از لحاظ فانکشنالی و از لحاظ سایز اینا خیلی به اندامهای داخلی انسان نزدیک خوک. برای همه اومدن و دانشمندها اولی پیوند کلیه خوک رو به انسان انجام داده. همونطور که میدونی کلیه از اون چیزایی هست که به شدت نیاز هست و خیلی تو ثبت پیوند کلیه هستن که متاسفانه کلیه بهشون نمیرسه. حالا دو تا راه الان مختلف وجود داره که دانشمندها وارد شدن. یکی این راه پیوند کلیه خوک هست به انسان که میگن ریجکشن نداره، یعنی چی میگن؟ پس زدگی نداره. اول مثلا چون پیوند انسان علاوه بر اینکه خیلی گرونه و خیلی باید اون نوبت بمونه، یه مشکلی هم که داره اینه که ممکنه ریجکشن کنه، یعنی پس بزنه اون عضو پیوندی رو. ولی این خوکه این اتفاق براش نمیفته، پیوند خوک. و یکی هم پیوند کلیه مصنوعی که هفته گذشته هم صحبتش رو کردم. این دوتا راه رو وجود داره برای اینکه بتونن خیلی از مشکلاتی که الان بشر باشید دست به گریبان هست، مشکلات خیلی حاد رو بتونن حل کنن. که حالا به هر حال یکی از لحاظ اخلاقی فقط مسائلی مونده که حالا اونم دارم بحث رو میکنه که آقا درست هست درست نیست، ولی میگم به هر حال آمریکا این اتفاق افتاده و این کار رو انجام داده. شما نظری ندارید؟ مرسی جان. کوروش بزرگ یکی از دوستان سوال پرسیده، به هر حال ایشون مقدمن، لطفا اینو جواب بدیم بعد بریم سر بحث شما. یک سوال دارم دکتر، بعضی گیاهان چطور سیگنال های بد موبایل رو میگیرن؟ من متوجه نشدم، حالا کاش اگه شما متوجه شدین از این سوال. من خوش نمیدونم، من خبر ندارم، اینو نشیدم نخوندم، حالا میتونم تعریف کنم چون به هر حال چیزی ببین مثلا چیزی رو که من اینجا میگم یا عنوان میکنیم مواردی هست که از جاهای معتبر و منابع موثق داریم میگیریم و عنوان میکنیم. مثلا برای مسائل علمی من رفرنسم دانشگاه آکسفورد، مثلا هاروارد هست، MIT هست، یا برای مسائل فضایی ناسا هست که دارم اون ریفرنس میدم. برای مسائل تاریخی خب تاریخ مشخص بریتانیکا و آکسفورد و اون منابع تاریخی که مش... بنابراین همه چی رو ما باید مهمه بدونیم کجا مراجعه کنیم برای گرفتن اطلاعات درست. مثل الان دوست ما که این سوال کردن، من باید صراحتا بگم نمیدونم، باید بگم نمیدونم، برم پیگیری کنم و تحقیقش رو در بیارم از مراجع رسمی و درست ببینم اونو چی دارم میگم. نباید همینطوری از خودم بردارم یه حرفی رو بزنم، اون اشتباس رو میگن اطلاعات نادرست که متاسفانه ماها گریبانگیرمون هم شده و اطلاعاتی رو میدیم که میتونه اشتباه باشه و درست نباشه. بنابراین باید بدونیم از کی میخوام اطلاعات رو بگیریم. اینو من نمیدونم، میتونم برای کنم و بگم دال نشیدم. اصلا خود سیگنال موبایل که حالا بد و خوب من نمیدونم، منم نشینم که حالا بد و خوب داشته باشه که حالا چطور بعدش رو بگیریم، نیاز به بحث داره. و یه کامنت دیگه هم از خانم آزیراتا داریم که روز کورش رو تبریک میگم به همه ایرانی ها. ممنون از کامنت و خیلی ممنون. آره صحبت خواهیم کرد. من میخوام یه قسمت هایی رو اگه دکتر جان اجازه بدن از منشور کورش بخونیم واسه شما که بدونید عظمت داشته. بله
راجع به کلیه خوک فرمودین که امیدوارم حالا به هر حال موارد و محدودیت های ذهنی که حالا ما داریم و در آینده مجبوریم با اینا کنار بیایم، زودتر اینا رو کنار بذاریم، چون به هر حال علم منتظر ما نمیمونه که به هر حال بعد خودمون رو برسونیم بهش، اون منتظر نمیمونه، ما باید سریعتر عجله بکنیم و محدودیت اون رو بذاریم کنار. بفهم مسی جان، ببینید کوریش بزرگ یا کوریش کبیر حدود 500 تا 534 دقیقاً اگه بخوام بگیم قبل از میلاد در هنگام فتح بابل، ببین خیلی حرفه، 534 سال قبل از میلاد ایشون اونجا در موقع فتح بابل اومد آزادی ادیان رو اعلام کرد، گفت آقا هر کسی هر دینی که داره به همون دین میتونه باشه و همون اعتقاد داشته باشه و بپرسته. حالا شما حتما یه قسمتی از منشی رو در میریم و صحبت میکنید، برای همین یهودی هایی که تبعید شده بودن برگشتن به سرزمین خودشون در بابه، کسایی که ماه مثلا خداشون بود نانا، اینا تونستن همون نانا رو دوباره پرستش کنن، اینانا همینطور ایشتر و مرداک، اینا همه هر کدوم از شهرها اون زمان هر کدوم از کشورها یک خدایی داشتن، یه اعتقادی داشتن، یه چیزی رو میپرستیدن. کوروش بزرگ گفت که من کاری به هیچ کدوم از شما ندارم، هر کسی ها میتونه اعتقادات خودش رو داشته باشه و کارگری رو و کار به اصطلاح مفید رو تاکید کرد. یه نکته مهم دیگه که میخوام عرض کنم مثل جان اینه که کوروش الهام بخش آقای جفرسون بود. آقای جفرسون رئیس جمهور آمریکا که پدر قانون اساسی آمریکا هم بهش میگن، ایشون الهام بخشش زندگی کوروش بود. زندگی کوروش که یک مورخ یونانی این زندگی رو در آورده بود، اونقدر براش مهم بود که این آقای جفرسون به همه اطرافیانش هم تاکید میکرد که شما بری زندگی کوروش رو بخونه، اونقدر جالبه که مطمئن بشی خیلی چیزا یاد میگیری. حالا حساب کنین که قانون اساسی آمریکا بیسش و الهام بخشش منشور کوروش، منشور آزادی کوروش و کوروش ما بوده و ما واقعا چقدر کوروش خودمون رو میشناسیم و چقدر بها میدیم. خیلی ممنون از دوست عزیزمون که به سره تبریک گفتن و واقعا تبریک داره و باید ما به خودمون ببالیم به خاطر کسایی که در تاریخ ما بودن و همه دنیا بهشون احترام میذاره. بله، بردهداری توی آمریکا مگه چند ساله که برچیده شده؟ شما حساب بکنید 2500 سال پیش، حالا به هر حال حتی متون مقدسی که ما الان در اختیار داریم تو هیچ کدوم از اینا اشاره نشده، که حالا به هر حال چیزایی هستش که حالا شاید جالب هم نباشه، ولی این به صورت ثبت شده. حالا شاید این منابع تاریخی رو هم وقتی ببینی بگی خب اینا حالا به هر حال منابع تاریخیه، ولی این لوحی هستش که دقیقا توی به عنوان اول منشور سازمان ملل همونجا هم هستش، ترجمه شده و دقیقا این صحبت ها توش گفته شده، اینکه به هر حال من بردهداری را برانداختم. کوروش توی لوحش میگه حالا به هر حال آزادی ادیان و مواردی که شما اشاره فرمودین که دیگه حالا نیازی نیست، ما پارسال هم راجع به این صحبت کردیم، ولی لازمه که همه ماها ایرانی ها با عنوان میراثدار این چیز ثروت بزرگ تاریخی که حالا به هر حال کل جهان بهش نیاز داره و داره ازش استفاده میکنه و ما میراث داریم، باید اینها رو بتونیم با اطلاعات درست و حداقل اطلاعات خودمون رو تکمیل بکنیم که بتونیم جاهایی که میریم راجع بهش صحبت بکنیم و این آگاهی و علم رو به دیگران هم بدیم که به هر حال دوباره دچار اون نقصان، اون مشکلاتی که حالا به هر حال شاید با موارد دیگه پیش میاد که حالا فکر میکنم نیازی نیست صحبت بشه، ولی خب به هر حال ما این پتانسیل رو داریم و باید هر کدوم از ما با توجه به مواردی هم که حالا پیش میاد، به هر حال الان شاید نتونیم ما بریم تو آرامگاه روز کوروش و به هر حال به رسمیت نشناسن هزار تا مشکل، ولی ماها به عنوان افرادی که حالا به هر حال هر کدوممون یه رسانه هستیم باید این کار رو انجام بدیم و به قول شما به خودمون ببالیم. مثل جان چند تا موضوع رو گفتم که اگه سلام میدونی میتونیم با همدیگه دوباره بحث کنیم یا بذاریم برای جلسه بعد.
ببینید یه بحثی هست که امکان ادیت کردن ژن برای خلق یک سوپر هیومن وجود داره. یعنی چی؟ یعنی شما با دستکاری در ژن میتونید که یه توانایی داشته باشین که با بقیه آدم ها متفاوت باشه، کما اینکه اتفاق افتاده. مثلا همون تو دنیا یکی هست که از لحاظ تنفسی ژنش طوری هست که بیشتر از همه میتونه زیر آب بمونه. اصلا نگاه کردن دانشمند دیدن ژنش متفاوته. یا یکی هست که قدرت خیلی زیادی داره، یکی هست که میدونم بینایی زیادی داره، یکی هست که میتونه اسامی و خیلی چیزها رو تو خاطرش بسپاره بیشتر از حد معمولی، یعنی سوپر هیومنه یه طورایی. اینا رو دانشمندا رفتن چک کردن، ژنای مسئول این قضایا رو در آوردن، متوجه شدن. الان دانشمندا دارن میگن آقا علاوه بر اینکه این ژنا رو ما میتونیم به انسان تزریق کنیم، حتی در زمان نوزادی قبل از که نوزاد متولد بشه میتونه این اتفاق بیفته براش. ما میتونیم ژن‌های از بعضی از حیوانات که متفاوتن، مثلا یوز پلنگ چقدر سری میدوه، میگه ما میتونیم اون ژن رو برداریم و به اصطلاح تو ژن جنین یا نوزاد اینو ادیت کنیم و بیاریم. و همینطور چون میدونم دید عقابی یا خیلی از اتفاقات دیگه که ممکنه. ببین من یه چیزی رو تصور میکنم، مثل جان شما مثلا بچه ای داری که میتونه این توانایی رو داشته باشه، خب این توانایی که حالا توی چیزای برتر باشه تو بعضی چیزا، شما آیا واقعا استفاده میکنی از این توانایی که علم پزشکی و دانشمندا و تکنولوژی به شما میده، یا اینکه نه بچه تو به همون صورتی که هست و طبق روال طبیعی دوست داری که زایمان بشه و بزرگ بشه و رشد کنه؟ ببین ما بار کم کم وارد یه عرصه میشه که خیلی انتخاب سخت شاد بشه بر خیلی از ما ها، ولی چاره ای نداریم. مثل جان وارد این عرصه داریم میشیم، ما نمیتونیم به سر و نایده بگیریم، وارد یه مسائلی میشیم که خیلی سخته شاید تصمیم گیری. گفتم حالا اینو بحث کنیم، بقیه موارد میذاریم یه دفعه یه جای دیگه در مورد متاورس و VR و اینا میخواستم صحبت کنم که حتی گذاشتم اتفاقا نوید دادم به دوستان عزیز که این حتی در مورد VR, ER, MR و متاورس صحبت میکنم، یه بحثی با شما خواهیم داشت، ولی فکر نمی کنم وقت اجازه بده، میخواهم که زودم جمع کنید که خیلی دیگه چیز نشه. بنابراین بیم بحث رو میزه با همین جن ادیتینگ یا مهندسی ژنتیک یا کریسپر بهش میگن تو چیزای علمی، کریسپر اسم دقیقش هست که ادیت میکنه ژن‌ها رو. نظر شما چیه؟ داریم کجا میریم؟ مثل جان چی میشه؟ یکی از دوستان بود بحثای علمی رو وقتی میخواییم بکنیم همه بعد به سراغ این فیلم های هالیوودی. من الان رفتم دوباره تو این فیلم هالیوودی ایکس من، اگه دیده باشین، انسان هایی که هر کدوم یه توانایی داره، یکی چشماش لیزریه به قول شما عقابیه، حالا به هر حال یه درجه مثلا حالا نه به اون صورت، ولی خب یکی که داره سری میدوه مثل یوز پلنگ، یکی داره حالا به هر حال هر کی یه توانایی داره، چون به هر حال حداقل واسه شروع میدونیم که به هر حال یه درصدهایی به هر حال اونا میتونن یعنی شما به هر حال اون ژن رو میدی و بعد منتظر بمونی که حالا ببینی چقدر سرعت زیاد میشه، که حالا به هر حال بحث فکر میکنم خیلی پیچیده و زیاد میشه. کشورهای مثل چین که حالا این همه قهرمان المپیک داره، اون وقت چطوری میشه اون چیکار میکنه؟ وقت شما بعد مثل این دوپینگیا که تست خلاصه ورزشی میدن، شما هم بعد تست بدی که آیا آدم نرمال هستی و ژن دستکاری مثل مسابقات پارالمپیک، یه مسابقات مجزا میذارن برای اونها، مجزا میذارن رکوردها چی جالبه. چیزایی که من الان یه دفعه به ذهنم رسید، چون شما قبلش به من نگفتین که قرار این بحث رو بکنیم، من گفتم قرار اسپیس باشه. به هر حال خیلی جالبه و نکات زیباییه. حالا اینی که صحبت فیلم های هالیوودی و فیلم ها رو کردی، فیلم های ساینس فیکشن واقعا همه نمودی از آینده هستن، حالفه میشیم به شکلی که دانشمند پشت فیلم ها باشن. الان فیلم های مثل مثلا اینترستلر، اینا دانشمند ها و فیزیکدان ها پشتش بودن، برای همین فیلم خیلی قشنگ از آب در اومده. یا مثلا ماتریکس همینطور، یا ایکس من
اینا دانشمندها پشت این فیلم بودن و مشاورین خیلی قوی داشتن. البته بعضی از فیلم های ساینس فیکشن هستن که به هیچ وجه ارزشی ندارن و واقعا من سراغشون نمیرم مثل جان، ولی بعضی از فیلم ها که نمیدونم مثلا بلک میرر رو شما دیدی یا نه، حدود 7 8 تا اپیزود این مثل جان کامل داره بر اساس یه چیزایی کار میکنه که اینا حساب شده است، اینا آینده ایه که میتونه اتفاق بیفته و با این روشی که ما میریم به اونجا میرسیم. ایکس منی که شما فرمودی که هر کدوم با یه ژن خاصی به اصطلاح ابر من شدن، ابر به اصطلاح بشر شدن، اینا هم همینطور. بنابراین این ساینس فیکشن هم به نوعی دارن آینده رو نشون میدن که اینا خیلی مهمه و میتونه جالب باشه. شاید دکتر جان شاید یه جورایی یه راهی هم باشه، چون ما داریم میبینیم و داریم مرتب بغلمون همین گوشی های هوشمند و این AI که داره نزدیک و نزدیکتر میشه و سلطه‌شو بر مغز و ذهن و زندگی ما داره هی بیشتر و بیشتر میکنه، شاید این یه راه حلی باشه که خلاصه ما هم بتونیم یه توانایی و یه چیزایی به رخشون بکشیم و همچنان استقامت بکنیم و باشیم کنارشون، به هر حال تا اونا بخوان همه چیزو بگیرن حداقل ما بتونیم مثلا خودمون رو تقویت بکنیم از این روش. این هم حالا یه راهیه، چون ما راههای زیادی داریم، شاید AI فقط به هر حال آره به صورت مجازی و توی سیستم به هر حال رشد بکنه تا بخواد حالا تبدیل به ربات بشه، منفیایی داره که آره دانشمندا به هر حال محدودیت های واسش در نظر میگیرن، ولی ما حالا این محدودیت ها رو میتونیم از روش های مختلفی که حالا بارها بحثش هم کردیم که یکیش علم ژنتیکه، اینا رو یه مقدار جلوتر ببریم و محدودیت ها رو کمتر بکنیم. یه تلاش مذبوحانه مسی جانا. آره یه تلاش واقعیت اینه که خیلی سخته، خیلی سخته. باید امید داشت، امید داشت. ما خودمون AI رو اختراع کردیم و به قول یکی از دانشمندایی که آخرین اختراع ما هم بوده بکنه بشریت به خیلی جلو میره و نمیشم مثلا همین سوفیا رو من نمیدونم حالا توییتشو من مرتب پیگیری میکنم، حتی کامنت میذارم و یه جواب و یه لایک میکنم یا اون لایک میکنه چیزایی که من میبیسم براش. سوفیا خب اولین ماشینی هست، AI هست که تبعیت رو پذیرفته، مثل اینکه انسانش برخورد میکنه و جدیدن هم اعلام کرده که یه بچه داره خلاصه خواهد داشت انقریب و اونم وارد این سیستم میشه. یکم سخته آره. حالا ببینیم جلسه بعد دوباره با هم صحبت خواهیم کرد، همونی که وقت داشتی دوباره یه بار دیگه میریم یه صحبت های دیگه. خیلی ممنون از اینکه با ما بودی و میخوام که زیاد برنامه طولانی نشه که بتونم همه استفاده کنن. خیلی ممنون، برنامه خوبی بود. همه دوستان مراقب خودتون باشین، قربون شما، وقتتون بخیر.